با سلام و درود، تاریخ سازی دختر ایرانی در قلب اروپا، زنی که میخواهد راکی ایرانی باشد. در ادامه با افس تیوی همراه باشید. گزارشی از یک مسابقه بوکس تاریخی، لحظه ای شگفت برای ورزش زنان ایران در روزگاری که زنان ایرانی قهرمان فوتسال آسیا می شوند و بسکتبال و والیبال فوتبال کشورشان دیگر فقط به واسطه مردانشان شناخته نمی شود. پوشیدن دستکش های بزرگ بوکس برای یک زن از ایران می تواند شیرین ترین حادثه تاریخ باشد. صدف خادم روی رینگ حرکت می کند و به رقیب فرانسوی حمله می کند. مشتها یکی پس از دیگری به صورت آنشوین می نشیند و بوکسور اهل فرانسه که از ضربات بی پایان حریف قدرتمندش گیج شده دائما خودش را به آغوش او می اندازد. صدف خادم یک بوکسور آماتور نیست، یک عمر جنگیده و حالا ایستاده در جایگاهی که لیاقتش را دارد. مسابقه به پایان میرسد. هیئت جوری رأیشان را اعلام میکنند. حالا تمام دنیا به تو نگاه میکنند. همه رسانه ها از تو مینویسند و همه جهان از تو حرف میزنند. از محدودیت هایی که گذر کردی و همه سختی هایی که متحمل شده ای، حتی اگر چند ضربه جانانه هم خورده باشی، در مقابل نفسگیرترین لحظات عمرت چیزی از جانت کم نشده و حالا ارزشمندترین بوسه عمرت را بر جامی میزنی که به تو تقدیم شده. صدف خادم گام بزرگی را برداشت برای اعتبار بخشیدن به ورزشی که در ایران برای زنان رسمی نیست. او تاریخ سازی کرد و حالا منتظر است تا تأثیر تاریخ سازی خود را در کشورش ببیند. صدف خادم از بسکتبال شروع کرد، مخفیانه در پارک تمرین بوکس کرد، با مخالفت خانواده روبرو شد، مدتی در پارکینگ خانه تمرین کرد و چند بار مربیش را تغییر داد و آنقدر مشت زد تا هم اولین زن ایرانی حاضر در یک مسابقات رسمی بوکس باشد و هم اولین زن بوکسور پیروز ایرانی. صدف خادم نقطه عطف زندگی ورزشی خود را آشنایی با مهیار منشیپور می داند، قهرمان پیشین بوکس جهان که حالا مقیم فرانسه است. صدف خادم با کمک منشیپور اجازه تمرین و مسابقه در فرانسه را پیدا کرد و پس از 4 سال تمرین بوکس سرانجام توانست در یک مسابقه رسمی شرکت کند و همانطور که پیشبینی می شد حضور او با استقبال خوبی در خارج از ایران روبرو شد. او با اینکه به رویترز گفته مدت‌ها برای این مسابقه انتظار کشیده و می‌خواهد آنقدر پیش برود که نامش را در بوکس ایران ثبت کند، تمام اعتبار این مسابقه را به مهیار منشیپور می‌دهد. مهیار منشیپور در حمایت از صدف خادم به خبرنگاران گفته که مطمئن اتفاق ناخوشایندی برای صدف خادم در بازگشت به ایران رخ نخواهد داد. خدای نکرده او را اذیت نخواهند کرد. صدف کار بدی نکرده، خیلی ایران را بزرگ کرده و تمام جهان تأثیراتش رو دیدند. پشت لباسش هم نوشته شده بود ایران، نه مریخ یا جای دیگر، و این خیلی مهمه. ما هم این موفقیت بزرگ رو به خانوم خادم تبریک میگیم و برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت میکنیم. شما هم حتما در حمایت از تمام زنان پارسی زبان جملاتی را برای صدف خادم بنویسید.